أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. آیه 12 سوره شریفه تحریم. خداوند متعال در آیه قبل از همسر فرعون برای مردان و زنان مؤمن مثال زد که او الگوی اهل عالم باشه. دومین الگو که در این آیه بعدی ذکر میشه مریم سلام الله علیها است. خداوند متعال او رو در این آیه اینجور توصیف میکنه که او کسی است که دامان خودش رو، عفت خودش رو محافظت میکنه. نکته ابتدایی اینه که حضرت موسی هم فرزند عمران، موسی بن عمران و برادر بزرگوارش هارون سلام الله علیهما. مریم هم سلام الله علیها بنت عمرانه، اما بین این عمران و اون عمران قرنها فاصله هست. حضرت مریم دختر عمران، فرزند فاطانه. حضرت مریم در این آیه از عفت و پاکدامنیش به عنوان اولین ویژگی این بانوی بزرگوار یاد شده. التي احسنت فرجها، احسان از ماده حسن یعنی قلعه، دژ که با دیوارهای بلند محافظت میشه. وقت معنای آیه اینه که یکی از ویژگی های این بانوی بزرگوار اینه که عفت خودش رو در قلعه ای که خودش ایجاد کرده که منشأش تقواست، در اونجا از اون عفت نگهداری میکنه. تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ما برای فهم عمومی اینه که اطراف خودش حصاری کشیده، به تعبیر امروزی سیم خاردار کشیده، کسی جرأت نداره از این قلعه وارد بشه و به این قلعه نزدیک بشه. این ویژگی اول این بانوی بزرگوار. ویژگی دومش تصدیق کلمات الهی و کتب الهی. او به انبیای الهی ایمان داشت و به کتابهایی که بر انبیا نازل شده. ویژگی سوم و کانت من القانتین. او از اهل اطاعت و بندگان الهی بود، اطاعت پروردگار متعال رو میکرد. یه ویژگیش که پاک دامنی اوست، تصدیق انبیا ویژگی دوم، ویژگی سوم ایمانش به رسولان الهی و کتبی که بر رسولان الهی از جانب حق تعالی نازل شد. این سه ویژگی باعث شده که خداوند متعال تو این آیه شریفه بفرماد فنفخنا فیهی من روحنا،
ما به او شرافت دادیم از روح خودمون که تشریفی باشه، در او دمیدیم و به او حضرت عیسی علیه السلام رو هدیه دادیم که از انبیای الهی است. من توی پرانتز اینو عرض بکنم که نسبت به حجاب، خانم ها سه مرتبه از حجاب دارن که قبلا هم عرض کردیم. یک حجاب از نامحرم که وجه و کفین باشه، او استثناء شده و الا از سر تا به پای خانم ها از نامحرم باید پوشیده بشه، مگر صورت و دو دست تا مچ دست. این نسبت به نامحرم. اما نسبت به محارم خودش، مثل پدر، برادر، نزدیکان خودش، او را هم فرمودن من از سرت الى رکبه، یعنی تا زانو، لباسی که تا زانو پوشیده شده باشه. نسبت به زنان دیگه هم ساتر عورتین داشتن، باز در قرآن می فرماد که و ان یستعففن خیر لهن، یعنی عفت به خرج بدن، حتی این مقدار رو هم بیشتر محافظت بکنن، این برای خودشون و برای جامعه بهتر. پروردگار متعال نسبت به تمامی بندگان خوب با اخلاص و عابدش همین عنایاتی رو که به این ذوات مقدس داره به مؤمنین دیگه هم داره. یعنی اگر کسی این مسیر بندگی خدا رو در پیش بگیره، مشرف میشه به تشریفات الهی، نامش بلند میشه، وجودش با برکت میشه، وجودش جهانی میشه، اون هم ملک و ملکوت از او به بزرگی یاد میکنن. یه بانوی بزرگواری در ایران در زمان حضرت موسی بن جعفر علی صلوات الله و سلامه علیه در نیشابور هست به نام شتیته، شتیته نیشابوری. اهالی نیشابور وقتی که میخواستن وجوهات خودشون رو و احکام شرعی رو که مورد سؤال داشتن به محضر امام هفتم علیه السلام در مدینه منوره برسونن، شخصی رو به نام محمد فرزند علی نیشابوری انتخاب کردن. 70 بسته نامه هایی که توی هر برگه صدر اون برگه سؤال نوشته شده بود و در ذیل او، پایین او جای خالی گذاشته بودن واسه پاسخ به سؤال ها. و مقدار زیادی از اموالی که وجوهات شرعی بود که به محضر امام علیه السلام باید میرسید، از جمله این خانم مؤمنه‌ای که نام شتیت است، یک درهم با مقداری پارچه به محمد فرزند علی نیشابوری داد، گفت این حقوق الهیه که به گردن من، باید به امام زمانم برسه. بعد استشهاد کرد به این قسمت از قرآن، ان الله لا یستحیی من الحق، گرچه این مقدار کمه اما انسان در دادن حقوق شرعیش، خمسش، وجوهاتش نسبت به امام خودش نباید حیا بکنه. او وارد در شهر مدینه میشه، واسه این که مطمئن بشه خدمت حضرت میرسه، بهش گفته بودن سوالها رو به محضر حضرت نده، اگر حضرت فرمودن سوالها رو پاسخ دادم، بدون که اون حضرت امام هفتم و موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هستن. چون قصه طولانیه من خلاصش میکنم، به محضر حضرت رسید، حضرت فرمودن سوالها پاسخش داده شده. بعضی از نامه ها رو، مهرهاش رو باز کرد، دید ذیل اون نامه ها پاسخ داده شده. بعد خود اون حضرت فرمودن اون درهم
و پارچه شتیتر رو از میان اون وجوهات به من بده. میگه من تعجب کردم از علم غیب و اشراف اون حضرت به این امور، به محضر حضرت دادم. حضرت فرمودند این 40 درهم رو هم بده به این خانم شتیته، مقداری برای خرج کفن و دفنش، مقداری هم برای خرج امور دیگش، به زودی از دنیا میره و ما خودمون حاضر میشیم و نماز بر او میخونیم و در مراسم تدفینش شرکت میکنیم. میگه همینجور هم شد، ایشون از دنیا رفت، ما پول رو رسوندیم، حضرت به شکل ناشناس اومدن، نماز خوندن، مقداری از خاک کربلا رو بدن این خانم پاشیدن، در مراسم تدفین او شرکت کردن و رفتن. این مزد 1 درهم و مقداری پارچه، ولی با اخلاص. خانمی که بندگی خدا رو در مقابل این دنیا انتخاب کرد و نسبت به این دنیا از خودش تعلقی نشون نداد، اونگاه خدای متعال نام او رو در طول تاریخ بلند کرد به خاطر 1 درهم و مقداری پارچه، اما با اخلاص. این مزد انسانهای مؤمنی است که در راه خدا قدم بر می دارن و اخلاص دارن و خدا شهادت میده به اخلاص اینها و پاکی اینها و نام اینها رو در طول تاریخ بلند میکنه، این مزد دنیاشون، در مقابل آخرت هم که مزد نامحدود و بیکران الهی و ابدی الهی که نصیبشون میشه، که اون هم همنشینی انبیای الهی و اولیای الهی و نعیم جاوید بهشته. لذا پروردگار متعال همکنون هم به اهل تقوا و بندگان خوب عنایت داره. امروز خدای مریم حیات داره و مانند مریم مزد میده. زنان و مردان مؤمن اگر مسیر حضرت مریم سلام الله علیها و این بانوی نیشابوری رو طی بکنن، همون مزدها نصیبشون میشه. تقوای الهی، پاکدامنی و عفت، مزدش اینه که خدای متعال از انسان راضی میشه و در این رضایت الهی هم دنیا هست هم آخرت. این مقدمه برای پاسخ به سوالهایی که محضرتون عرض میکنیم. سوال اول، فرمودن در قانون ما اومده که ریاست خانواده از خصایص شوهر و همسر، آیا توافق و ترازی بر خلاف این امر از نظر شرعی ایراد داره یا نه؟ یعنی از شروط ضمن عقد این باشه که ریاست خانواده با زن باشه. خانم یه همچی شرطی رو قرار بده؟ پاسخ اینه که هر گونه زندگی اجتماعی مانند زوجین، زن و مرد، نیاز به یه اداره کننده‌ای داره. خدای متعال برای مصالحی حق اداره رو به مرد عنایت کرده، او میتونه این حق رو به زوجه و همسر خودش هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی واگذار بکنه و از نظر شرعی جایزه و مشکلی نداره. اما سوال دوم، مادر بزرگواری نامه نوشته ضمن التماس دعا، گفته که دختری دارم که نسبت به احکام دینش توجه نداره و ناسازگاری میکنه، یه مقداری از جهت رفت و آمد
التفات به رفت و آمد خودش و محدودیت های شرعی نداره و به حجابش توجه نمی کنه. پاسخ ما خدمت این مادر بزرگوار اینه که حجاب و چادر برای خانوم ها عزت و کرامت و اقتدا کردن به بیبی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خانمی که تو مسیر دختر رسول خدا قدم میگذاره مورد شفاعت این بیبی دو عالم قرار میگیره و حیف انسان به واسطه خطاکاری خودش رو از این شفاعت محشور بکنه. لذا خوبه تو زمینه حجاب کتابهایی نوشته شده، اون کتابها رو مطالعه بکنن تا برکات حجاب برای خانمها روشن بشه و ملتزم بشن و از این راه هم عفت خانه و هم عفت اجتماع تضمین بشه. سؤال بعدی، آیا در دین اسلام آمده مرد در امور مربوط به خانواده باید مستقل عمل کنه و نیازی به مشورت نداره؟ یعنی به ترتیبی به معنای پدرسالاری باشه؟ و فرمودن اگرم دلیلی تو این زمینه هست اون دلیل رو بیان کنید. اسلام سفارش کرده به همفکری به ویژه در خانواده که مرد نسبت به همسرش و خانم نسبت به شوهرش کارهاشون رو همراه با مشورت و همفکری انجام بدن. لذا قرآن در سوره شورا می فرماد و امرهم شورا بینهم، در کارهای خانه و در خیلی از امور مهم بهتره کارها با مشورت انجام بگیره تا به نتیجه مطلوب برسه. سوال بعدی از خانواده دیگری، سوال کردن ما یه خانواده 7 نفره هستیم و از زمانی که یادمون میاد پدرمون اخلاق مناسب و درستی با ما نداشته و ما هر چقدر با او صحبت کردیم و مادرم به او تذکر داده رفتارش رو متاسفانه اصلاح نمی کنه و در مقابل خرجی که به ما میده به سر ما منت میگذاره و اخلاق مناسبی تو خانه نداره، حتی وارد که میشه به سختی سلام میکنه گرچه در بیرون با مردم معاشرت خوب و مناسبی داره. ما به یه همچی پدری چه کار کنیم؟ ما به اون نفقه ای که به ما میده اونقدر محتاج نیستیم که به اخلاق خوب پدر نیازمندیم. پاسخی که دادن فرمودن قرآن مجید یکی از بهترین راهکارها برای یک خانواده رو تعدیل رفتار شخصی و محبت کردن و صمیمی شدن معرفی میکنه و بیان میکنه. لذا قرآن میفرماد ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یعنی هرگز خوبی با بدی یکسان نیست، بدی رو با خوبی پاسخ بدید. یعنی اگه کسی به شما بد کرد شما نسبت به او خوب عمل کنید. چه بسا اون شخصی که الان داره به شما بدی میکنه در آینده دوست صمیمی شما بشه. کسانی میتونن این راه رو برن که بدی رو با خوبی پاسخ بدن اونایی که اهل صبرن و اونهایی که
تقوا دارن و این تقوا اونها رو وادار میکنه که بدی رو با خوبی جواب بدن. لذا سفارش کردن و اعضای این خانواده از مادر و فرزندان احترام پدر رو بیش از گذشته نگه بدارن و وظایف خودشون رو انجام بدن که تو این مسیر هم مزد فراوانی دارن هم خوبی های اینها انشاءالله پدر رو متوجه میکنه. سوال بعدی که سوال کردن بعد از سلام و تحیت فرمودن که ما قبلا هم برای شما نامه نوشته بودیم، مشکل اینه که امر ازدواج در منزل ما سخت شده و مدام بین اعضای خانواده اختلافه. اینجور احساس میکنن که کسی برای اونها سحر کرده یا تلسمی ایجاد کرده. فرمودن برای آرامش این خونه و باطل شدن سحر چه کنیم؟ فرمودن اسلام بر انسان کرامت بخشیده و سعادت او رو ضمن رفتار و دستورات شرعی و اخلاقی که برنامه ریزی فرموده تأمین کرده. یکی از برنامه‌های اخلاقی اسلام اینه که یک خانواده با محبت باشه. وقتی یه مشکلی توی خونه ایجاد میشه، برای رفع این مشکل باید نسبت به همدیگه تعامل داشته باشیم، هم فکری بکنیم، با محبت باشیم تا مشکل آسان‌تر حل بشه. دوم اینکه فرمودن تفعل به خیر بزنید، همه امور رو به فال نیک بگیرید انشاءالله. این تفعل به خیر، فال نیک زدن، همینجور هم تبدیل به خیر میشه. فرمودن اهل منزل نمازشون رو سر وقت بخونن، قرآن بخونن، دعا بکنن، این ذکر رو زیاد بگن، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم، استغفار بکنن یا ذکر لا اله الا الله سبحانك انی کنت من الظالمین، که همه اینها سبب نزول ملائکه و دور شدن شیاطین و بدی هاست و یک خونه رو تبدیل میکنه به خونه دینی، قرآنی، همه افرادش با هم دوست و با محبت هست. تذکری رو که اینجا دادن، فرمودن بعضی از گناهان خونه رو تبدیل به آشوب میکنه، یعنی محل خونه آشوب میشه. مثل نماز نخوندن، خدایی نکرده اگر تو یک منزلی بعضی از افراد نماز نخونن، پخش شدن موسیقی های حرام، غیبت کردن، حرف دیگران رو زدن، محیط منزل رو آلوده میکنه و اینها کار سحر رو میکنه. و بهتر یک خانه محیطش جوری باشه که از گناه و معصیت پاک باشه. اگر خانه از گناه و معصیت پاک بود، اونجا خداوند متعال و ملائکه نظر میکنن، نظر خدای متعال و نزول ملائکه اونجا رو محل امن قرار میده برای اهل اون خونه. بله، خوب انسان هر روز چهار قل بخونه، آیات 54 تا 56 اعراف رو بخونه، اینها انسان رو از همه بدی ها محافظت میکنه. بعد از سلام سوال کردن که آقای بزرگواری که تقریبا نه ماه پیش به دلیل بروز خطا از طرف همسر این جانب با همسرم به مشکل برخوردیم و ایشون بعد از چند ماه با استفاده
از اون جو ناآرامی که در منزل ما ایجاد شده بود و از من وکالت گرفته بود، اون هم بلا عزل برای طلاق، و من بیشتر برای جلب اعتماد او این وکالت رو داده بودم، رفتن و از این وکالت استفاده کردن و طلاق واقع شد، اون هم با طلاق، حکم طلاق خلع، و خودش رو مطلقه کرد. با تمام این شرایط من نسبت به همسرم بسیار علاقه‌مند هستم و احساس میکنم در طول زندگی مشترک به ایشون خیلی جفا کردم. قبول دارم نسبت به ایشون کوتاهی کردم، جوانی بوده، خامی بوده، ناپختگی بوده، ولی من این وکالت رو به ایشون دادم تا ایشون اطمینان پیدا بکنه به زندگی، که هر وقت خواست خودش رو آزاد بکنه. قصدم این نبود که واقعا او توی فرصتی این طلاق رو جاری بکنه و از همدیگه جدا بشیم. در واقع دو تا سوال دارن: یک، آیا این طلاق صحیحه؟ دو، نسبت به حقوقی که نسبت به این خانم پایمال شده. فرمودن اما حقوقی که پایمال شده باید حلالیت بطلبید و رضایت او رو جلب بکنید نسبت به بدیهایی که نسبت به ایشون شده، کوتاهی آهی، یا خدای ناکرده اگر ظلمی به ایشون شده. اما نسبت به طلاق، طلاق واقع شده، چون شما خودتون وکالت بلا عزل دادید. در این صورت این وکالت بلا عزل از طرف همسرتون اجرا شده و طلاق صحیحه. بله، انشاءالله به طریق دیگه ای، از راه دیگه ای بتونید این مشکل رو حل بکنید. آخرین سوال، دختر خانمی که تو دبیرستانه سوال کرده من میخوام وارد دانشگاه بشم، با توجه به محیط دانشگاه که اختلاط بین دختر و پسرها هست، بعضی از دخترها حجاب رو رعایت نمی کنن، بعضی از آقایون متاسفانه متدین نیستن، امور شرعی رو رعایت نمی کنن. از طرفی ما گریز نداریم از اینکه تو محیط دانشگاه با دخترها و آقا پسرها ارتباط داشته باشیم، صحبت بکنیم، چون جنبه درس و علم، و از اون طرف هم دانش و علم ارزشمند. جامعه باید یه جامعه باشه تحصیل کرده، خانم ها هم باید تو این زمینه فعال باشن، و از طرفی هم من میترسم بر اینکه خدایی ناکرده مرتکب گناه و معصیتی بشم. تکلیف من چیه؟ از این طرف علم، از طرف دیگه نامناسب بودن بعضی از محیط ها، و منو راهنمایی بکنید. فرمودن که دستور اسلام برای زن و مرد اینه که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، هر مرد و زن مسلمان واجبه که فریضه است که علم آموزی داشته باشن، کسب علم بکنن. منتها در روایت داریم این علمی که واجبه بر زن و مرد سه تا علمه: یک، علم اصول دین و اعتقادات از روی استدلاله. دو، علم فروع دین و احکام دین که با تقلید محقق میشه. سه، علم اخلاق و آداب زندگی فردی و اجتماعی از کتابهای اخلاقی و سیره 14 معصوم انسان و فرمایشات این بزرگوارها خودش رو در مسیر اخلاق الهی قرار بده. اما دانشهای دیگه دانشگاهی، اونها هم مستحب و فضل، و اگر انسان بتونه اونها رو هم کسب بکنه به اجتماع کمک میکنه. و در آخر فرمودن سزاواره خانم های متدین مؤمن که
که مراعات میکنن احکام دین رو، عفت و پاکدامنی سر لوحه کار اونهاست، خوب اینها تو محیط دانشگاه شرکت بکنن و هنر بزرگترشون اینه که محیط از اینها تأثیر بگیره، نه خدای نکرده اینها از محیط تأثیر بگیرن. لذا این علومی که واجبه انسان اگر فرا بگیره، علم اصول دین و عقاید، احکام رو هم تقلید بکنه، در اخلاق هم کار بکنه، انشاءالله یک خانم متدینه در محیط دانشگاه اثر میگذاره، هم رو دانشجوهای آقا پسر و هم دختر خانم ها، و فرد میتونه اثرگذار باشه. نمونش رو ابراهیم خلیل الرحمن عرض کردیم، خدا از او به نام یک امت یاد میکنه. ابراهیم علیه السلام امت مشرک خودش رو به توحید دعوت کرد و یک جامعه توحیدی درست کرد، اون هم یک تنه و یک نفره. میشه انسان در محیط‌های سخت و مشکل دار داخل بشه و محیط رو تحت تأثیر خودش قرار بده، با امید روزی که انشاءالله همه محیط‌های اجتماعی ما محیط‌های پاک و سالم و اهل علم سالم و تندرست داشته باشیم. والحمد لله رب العالمین.